خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. درست چند روز قبل، همیهنان گرامی، همه شما شنیدید که در شیراز، جایی که شوهرای بزرگ میهن ما با لطافت و زیبایی اشعاری سرودن که جاودان است، سعدی، حافظ، کسانی که جزو مصلحین جهان هستند، درست در همونجا جوان، حالا من گفتم 23 ساله، یکی از همیهنان ما از شیراز نوشته ایشون 28 تا 29 سالش بوده، حالا مهم نیست، ولی جوانه، زیر 30 سال، به خاطر 26 یورو محاسبه کردم. مجله اشپیگل محاسبه کرده به خاطر 26 یورو 4 تا انگشت دستش رو با دستگاه‌های مدرن که دانشمندان جمهوری اسلامی و پزشکان بسیار محترم حزب اللهی تحریزی کردن، چشمای محکومو بستن، دستشو گذاشتن تو این دستگاه و انگشتاشو بریدن، انگشت دست راستشو، و بعد برای اینکه مسئله رو چرب‌تر بکنن گفتن او دست به چندین دزدی مسلحانه زده، زنا کرده، از این کارهایی که در تخصص جمهوری اسلامی است. اما مسئله زنا، همیهنان گرامی، من شرمم آمد. یه فیلمی هست مال آقای کامران دانشجو، وزیر محترم وزارت علوم، اون کسی که اصرار داره در دانشگاه ها دختران تو یک دانشکده باشن و پسران در یک دانشکده، و معتقده که حتی صحبت کردن دخترها و پسرها در محیط دانشگاه فساد میاره. ایشون در یکی از این کشورهای اطراف با خانم آزاده، نمیدونم که اسمشو همه میدونن، حالا مگه شد این فیلمو یه شب براتون پخش میکنم، یا پخش کردن شما دیدید، توی آسانسور یکی از این جلسات که تشکیل بوده، ایشون حالا شاید کیش بوده، بدون اینکه فکر بکنه این مردک که در آسانسور دوربین های کار گذاشته شده که برای مواقع خطر دائم این دوربین ها مدار بسته، یه عده دارن نگاه میکنن که نباید خطری برای کسایی که در این آسانسور ها هستن پیش بیاد، با این خانم که این خانم هم شوهر داره، خود این آقای دانشجو هم زن داره، آمدن مثل این وحشی ها آسانسور رو به جای اتاق خواب گرفته، تا در آسانسور بسته میشه مثل خروسی که یک مرغ گیر میاره میپره رو این خانومو شروع میکنه بوسیدن. این اصلا به کسی مربوط نیست، مسائل خصوصیه، ولی این ارتباط داره به همه مردم ایران که یک وزیر علوم دولت اسلامی ناب، اونم از قول از جنس ناب محمدی، و خانومی که شوهر داره، آقایی که دانشگاه میگه حتی زنها، دخترها و پسرها نبایستی با هم صحبت بکنن، در توی آسانسور چندین بار این آسانسور میره بالا، آدمای میان توش، به محض اینکه اینا میرن دوباره اینا آسانسور میزنن، این بوس و کنار رو توی آسانسور ادامه میدن. حالا بگذاریم، خیلی مفصله. در زنجان یادتونه که معاون دانشگاه به یه دختری گفت شما در مورد مسائل مربوط به حجابتون باید بیاین تو اتاق من با من صحبت کنید. بعد وقتی که این دختر وارد شده بوده، دیده بوده این آقا یه جورایی صحبت میکنه مثل که تقاضای نامشروع داره، میاد با دانشجوهای دیگه صحبت میکنه، میگه ایشون با من یه همچین رفتاری داره،
بچه ها بهش میگن این دفعه که رفتی تو فقط یک دونه میکروفون کوچیک گویا میذارن رو تو لباسش، موقعی که رفتی سعی کن این رو به مرحله برسونی که ما بتونیم بیام تو فیلم بگیریم. و دیدید که آمدن، آقا در اتاق کارش در دانشگاه زنجان رخت خواب پهن کرده بود، ببینید چه خبره. و موقعی که این دختر میره دعوتش میکنه که بگه تو رخت خواب تو اتاق کارش، و ناگهان بچهای دانشجو میریزن تو اتاق و از صحنه فیلم میگیرن. هستش مردک میخواد از جلوی بچه‌ها در بره، ازش میپرسن میگن این صحنه رو برای چی درست کردی؟ تو که ادعای اسلامی بودن میکنی و مرتبم عده زیادی از بچه‌ها رو اخراج میکنی، چرا رخت خواب پهن کردی برای اینکه یه دانشجو رو بهش تجاوز کنی؟ اونم به این بهانه که حجاب تو اسلامی نیست. بعد که همه میدونید اون آقا رو از اونجا برداشتن، رئیس دانشگاه گفت من ایشون رو به شدت تنبیه میکنم. نه تنها تنبیهش نکردن، بردن یه شغل بالاتر بهش دادن. و بعد اون بچه هایی که به اتفاق اون دختر ایرانی موچ این مردک هیز کثیف رو گرفته بودن، اینا رو محکوم کردن به زندان های طویل، هنوز زندانن، و گفتن شما توطئه کردید برای بدنام کردن جمهوری اسلامی. حالا 3.5 میلیارد دلار پول مردم مظلوم مملکت ما حیف و مل شد. رئیس روزخانه ها گفت اینقدر کش ندین این موضوع رو، دستگاه قضا روشنه و شفاف عمل میکنه، که دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا اگه یک دو طرف هم اعدام کنن، ولی اصل کاری ها که تو بیت رهبری نشستن، آقا مشتبه و آقایون مشاورینش و اون دزدایی که تو طویله مجلس نشستن، اونایی که در قوه قضاییه دزدی میکنن، یعنی رئیس کل قوه قضاییه به اتفاق اون اخوی دیگرش که رئیس حقوق بشر قوه قضاییه است، و علی سردار، علی لاریجانی رئیس طویله مجلس که هکتارها زمینهای مردم ایران رو خوردن، شما توقع دارید اینا بیان عدالت مستقر کنن تو امریکات؟ حالا بگذاریم. در شیراز یه آدمی رو به خاطر 26 یورو میگیرن انگشتاشو میبرن. حالا نگاه کنید در یک صحنه دیگری در آمریکا، اینی که عمیانان گرامی آمریکا رفته عراق جنایت کرده، نمیدونم رفته افغانستان، این شعارهایی که میدن، اصلا من وارد این بحث نمیشم. بحث بر سر اینه که یک جوان آمریکایی که در جنگ عراق در یا افغانستان به وسیله بمب‌های کنار جاده‌ای دست و پاشو از دست داده، تمام امکانات پزشکی رو در اختیارش میذارن برای اینکه نجاتش بدن، دست مصنوعی نذاره، یه دستی دو تا دست بهش به اصطلاح پیوند بزنن. اون چیزی که در ام الغرای اسلام انگشت انسان‌ها رو می‌برن به خاطر 26 یورو. نگاه کنید به این فیلم جالبه از بی بی سی هم میارن گرم. آماده حرکت و خروج از بیمارستان. زخم‌های مختلفی از جنگ در عراق در تن او به جا مانده. برندن موراکو 26 ساله. به تازگی عمل جراحی نادر پیوند دو دست را انجام داده. من بازومو که تکون میدم حس میکنم که انگار بازوی خودمه. مثل همونی که قبلا داشتم. میتونم یه کمی بچرخونمش. این یکی رو کمتر میشه تکون داد. از او پرسیده شد آیا حس می کند که دست انسان دیگری روی بدن اوست؟ کاملا اینو حس می کنم. نمی تونم این حقیقت رو فراموش کنم که دست نداشتم و حالا دارم. باور نکردنیه. بعد از 4 سال دوباره خودم شدم. او برای ارتش آمریکا کار می کرد و کامیون می راند. در یک روز یکشنبه کامیون او هدف بمب کنار جاده‌ای در حوالی بغداد قرار گرفت. او دست و پایش را از دست داد. در محل توانمندی از دست و پای مصنوعی استفاده می‌کرد. جراحی پیوند حدود 13 ساعت طول کشید. فکر می‌کنم که اون می‌تونه از دست‌هاش برای هر جور کاری استفاده کنه. بلافاصله بعد از اینکه بتونیم بهش بگیم که وقتش رسیده. این یک داستان امیدبخش برای بسیاری از سربازانی است که زخمی به خانه باز می‌گردند.
او چه پیامی برای دیگران دارد. هیچ وقت امیدتون از دست ندین. تا وقتی زنده هستین زندگی هم بهتر میشه. باید سرسخت بود. همیشه آدم هایی هستن که میگن نه شدنی نیست، ولی محکم باشین و کاری رو که میخواییم بکنین. برندن سخت پافشاری میکند که میخواهد بعد از این راننده این اتومبیل باشد. جای شکی هم باقی نگذاشته. استیو کینگستون، بی بی سی نیوز، واشنگتن. خب عمیانان گرامی، ملاحظه فرمودید که اینا کسانی هستن که قراره برن به جهنم چون اسلام ناب محمدی رو اینا ازش بسیار دورن. پزشکاری میگه من کاری به سربازا و ارتش آمریکا و اقداماتی که میکنه کاری ندارم. در مونیخ همیهنان گرامی دولت محلی به اتفاق دولت فدرال میلیون ها یورو خرج کردن برای اینکه این لاک پشت ها، این جانورانی که شبها توی اتوبان می آمدن و زیر اتومبیل ها می رفتن، اینا دیگه از تو اتوبان عبور نکنن. پل های مخصوص درست کرده بودن، این فیلمشو چندین بار من در آلمان دیدم، که از زیر زمین از تو این لوله ها اینا عبور کنن ولی تو جاده ها کشته نشن. چون کشته شدن اینا باعث می شد که یه ناراحتی بر راننده ها به وجود می آورد و بسیاری از اینها باعث می شد تصادف ایجاد بکنه. درست این جمهوری اسلامی که گروه گروه آدم ها رو میکشن، از صبح زود مردم میرن جا میگیرن و لبوی داغ و نمیدونم باقالی پخته و حلیم و اینا میفروشن، آقایون زودتر سر درخت ها و اینا تماشا کنن که یکی اون بالا جون میکنه، بعدم با دوربین عکس میگیرن بگن ما در مراسم اعدام یک انسان شرکت داشتیم. یواش یواش دارن اخلاق رو هم از جامعه ما دور میکنن این روزخانه ها. همیهنان گرامی بگذاریم، دانشمندان جمهوری اسلامی همیهنان گرامی اعلام کردن که یک میمون، حالا این میمون نما یا میمون من نمیدونم، فکر میکنم میمون، یک میمون رو به وسیله یک موشک به 120 کیلومتری زمین فرستادن. اولاً آمریکایی‌ها، سخنگوی ایالات متحده اعلام کرده که خانم ویکتوریا نولاند اعلام کرده، گفته من تصاویر این میمون بیچاره را دیدم که در حال آماده کردن آن برای ارسال به فضا هستند. ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم مطمئن شویم که چه بر سر این حیوان بیچاره آمده. و ایشون گفته آنطوری که ایران ادعا می‌کنه موفق شده یک میمون رو به فضا بفرسته، یکی از قطعنامه های سازمان ملل رو نقض کرده که بر اساس این قطعنامه ادامه برنامه موشک های بالستیکی این کشور ممنوع اعلام شده، هم در مورد ایران هم در مورد کشورهایی که زن موشک های بالستیک دارن که به وسیله اون بمب اتم رو بتونن به دوردست بفرستن. این گزارشی که جمهوری اسلامی میمون فرستاده با آسمان رو نگاه بکنید لطفا، جالبه. همیانان گرامی، ایران میگوید این موشک با خودش میمون به فضا برده. این میمون را سازمان صنایع فضایی ایران گفته این میمون رفته و برگشته، گفته موجود زنده با موفقیت بازیابی شد. از این حرف معلوم نیست میمون زنده است یا نه. اگر زنده باشد گشتی در فضا بوده با بلیتی دو سره. ایران میگوید موشک به ارتفاع 120 کیلومتری زمین رسیده. سازمان فضایی ایران گفته با این آزمایش 5 تا 8 سال دیگر انسان به فضا می‌فرستد. گفتند این میمون یک سال برای سفر تربیت شده، اما از قیافه‌اش پیداست روحش از چنین مأموریتی خبر ندارد. ایران حدود 2 سال پیش موش و لاک‌پشت فرستاد. کرم هم بود. آمریکا و شوروی سابق از 60 سال پیش حیوان به فضا فرستادند. تصور می‌شد انسان نمی‌تواند فشار و بی‌وزنی را تحمل کند. برای همین رفتن به فضا از حیوانات شروع شد. آمریکایی‌ها بیشتر میمون می‌فرستادند، روس‌ها سگ. بیشتر حیوانات را هم ماده انتخاب می‌کردند. می‌گویند آن بالا ریخت و پاششان کمتر است. بعضی از این حیوانات همان ثانیه‌های اول کشته شدند. بعضی هم سالم به زمین برگشتند، مثل این یکی.
اولین شامپانزه ای که آمریکا به فضا فرستاد. این شامپانزه به زمین برگشت و در اقیانوس اطلس فرود آمد. بعد قهرمان شد و رفت به باغ وحش واشنگتن. فرانسه هم 50 سال پیش اولین گربه را فرستاد. اگر حیواناتی که زمینی ها آن بالا فرستادن همانجا میماندن، باغ وحشی میشد برای آدم فضایی ها. بعد از همه این کارها بود که اولین انسان به فضا رفت. یوری گاگارین، 50 سال پیش. بشر برای پیشرفتش خیلی از حیوانات دیگر مایه گذاشته. حیوان ناطق به بقیه حیوانات حسابی بدهکار است. فرزاد کاظم‌زاده، بی بی سی. خب همینان گرامی، متوجه شدید که 40-50 سال پیش هم آمریکایی‌ها و هم اتحاد شوروی سابق این کارا رو کردن. حالا بعد از 50 سال جمهوری اسلامی یک کرمخاکی و یه دونه میمون و اینا که البته سرنوشت این بیچاره ها معلوم نیست، برگشتن یا نگشتن در جمهوری اسلامی که کسی نمیتونه راجع به این مسائل تحقیق کنه، بپرسه آقا این میمون بیچاره که فرستادیم بالا بالاخره چی شد، برگشت؟ اون بالا همطور سرگردانه روحش یا جسمش؟ در جمهوری اسلامی دیگه. اما یادتونه که چندی قبل گفتن مقام معظم روزخان بزرگ رئیس مجلس آقای سردار علی لاریجانی و رئیس محترم جمهوری اسلامی که از طرف مردم ایران انتخاب شده، البته به نظر اونا که در حقیقت آقای رئیس روزخانها و شورای محترم چرتی های نگهبان و طبیله مجلس دست به دست هم دیگه دادن و ایشون از صندوق در آوردن، با اینا ملاقات کرده و شروع کرده به اینا تشر زدن و یه مقداری هم نصیحت کردن. حالا هرچی بیشتر میگذره از اون جلسه بیشتر گفتگو میشه که چه چیزایی بوده در اون جلسه. از جمله امروز آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس حرفای تازه‌ای زده، گفته که مقام معظم روزخان بزرگ، ایشون نگفته روزخان بزرگ، من میگم، اینا رو جمع کرده و نصیحت کرده و اینا. بعد به گفته این نماینده مجلس رهبر جمهور، گوش کنید ببینید چی فرمودن، رهبر جمهوری اسلامی همچنین در این جلسه اظهار کرده اگر در قیامت، گوش کنید، اگر در قیامت خداوند از من بپرسد، آقای رهبر گفته چه کردی در اون دنیا به عنوان رهبر، چه کردی خداوند بپرسه، من میگویم که کسی را جز اینا نداشتم. به خدا میگه من به جز اینا کسی را نداشتم. یعنی شما فکر کنید در قرن 21 مملکت رو به سقوط کشوندن، بعد طرف که اصلا خودش اعتقادی نداره میگه اگه روز قیامت خداوند به من بگه اینا کی بودن که آخه مملکت رو دستشون سپردی، تحت زعامت خودت کثافت زدید به اون مملکت، من چی بگم؟ من باید بگم ای خداوند بزرگ، من جز اینا کسی رو نداشتم. او خداوند نمیدونم چرا از این آقا نمیپرسه که شما در عرض خودت و اون رهبر قبلی در این مدتی که اومدید قدرت رو در دست گرفتید، یه عده زیادی از کسانی که سالها درس خونده بودن، سالها دود چراغ خورده بودن، سالها به خاطر اون سعادت اون مردم، حالا صرف نظر از رژیم، برای اون مردم زحمت کشیده بودن، شما اومدید همه رو فراری دادید، همه رو خانه نشین کردید یا اعدام کردید، هزاران جوان مملکت ما رو نابود کردید، یه عده لات و بی سر و بی پا رو حاکم کردید بر سر. نمیدونم خداوند چرا این چیزها رو نمیپرسه از اینا. من میگم جز اینا کسی رو نداشتم. تو جز اینا کساری داری، یعنی تو نه، مردم ایران، ولی این شما هستی که اون کسان رو از بین بردید، یه عده لات و چاقوکش و جانی رو حاکم کردید بر سرنوشت میهن ما. اون ملت 3000 سال تاریخ داره، اونجا مثل یک تیک الماس در منطقه میدرخشیده، بسیاری از تمدن‌های جهانی مدیون تمدن ملت ایران بودن. این شما بودید که آمدید اون مملکت رو به ذلت و بیچارگی کشیدید. یه بحثی داریم امشب با دکتر مصطفی دانش اتفاقا راجع به همین کثافت‌کاری‌های اینا. 40 میلیون دلار خرج کردن یه سکو درست کردن رفته زیرا.
بله. حالا قبل از اینکه با دکتر دانش صحبت بکنم اجازه بدید یه فیلمی رو براتون پخش بکنم همینان گرامی، از صحبت‌های امروز آقای اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد و نماینده اتحادیه عرب در مورد مسائل سوریه. خیلی جالبه همینان، گوش کنید چی گفته ایشون. درگیری در سوریه به شدت ادامه دارد. این تصاویر را مخالفان در اینترنت منتشر کردند. میگویند مربوط به درگیری‌های دیروز در دیر الزور است در شرق سوریه. میگویند بعد از 5 روز درگیری توانستند کنترل این ساختمان را که متعلق به واحد امنیت سیاسی دولت است به دست آورند. تایید مستقل این تصاویر ممکن نیست. ادامه درگیری ها به بحران انسانی در سوریه دامن زده. به همین دلیل در کویت کنفرانسی در حال برگزاری است با هدف جمع آوری 1,500,000,000 دلار کمک مالی برای آسیب دیدگان درگیری های سوریه. امیر کویت با وعده پرداخت 300,000,000 دلار کنفرانس را افتتاح کرد. امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم گفتند به همین میزان کمک خواهند کرد. پادشاه اردن از کمبود امکانات برای ادامه میزبانی پناهجویان سوری خبر داد. لقد استقبل الاردن وما زال يستقبل. اردن پذیرای 100,000 پناهجوی سوریه بوده و هست و نیازهای اولیه‌شون رو تأمین کرده، اما منابع ما محدوده. هیئت اردنی جزئیات وضعیت پناهجوهای ساکن اردن و نیازهاشون رو هم از نظر مالی و هم از نظر مکانی توضیح خواهد داد تا بشه به پناه دادن اونها ادامه داد. وسيقدم الوفد الاردني. رئیس سازمان ملل متحد که میزبان این کنفرانس است از دو طرف خواهش کرد تا به نام انسانیت دست از جنگیدن بردارند. همزمان با سخنرانی بانکیمون دولت سوریه اعلام کرد مخالفان مسلح مسئول کشتن 70 مرد و پسر در حلب هستند. روز سه‌شنبه جنازه اینها پیدا شد. دستان اکثر کشته ها را بسته بودند و به سرشان شلیک شده بود. مخالفان میگویند دولت این افراد را کشته. پیشتر نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب به اعضای شورای امنیت گفت سوریه ذره ذره نابود می شود و فقط شورای امنیت است که می تواند جلوی این اتفاق را بگیرد. سوریه دارد نابود می شود. دو طرف دارند برای نابودی سوریه با هم همکاری می کنند. در نابودی سوریه منطقه آرام آرام به سمتی پیش می رود که به شدت مخرب است و برای همه دنیا اهمیت دارد. برای همین فکر می کنم شورای امنیت نمی تواند دست روی دست بگذارد و بگوید با هم توافق نداریم. فکر می کنم الان باید دنبال چاره باشند. اخضر ابراهیمی میگوید تلاش برای حل درگیری که 22 ماه طول کشیده و به گفته سازمان ملل بیش از 60,000 کشته به جا گذاشته 2 ماه است که عملا متوقف شده. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. خب همینان گرامی، ملاحظه کردید که چه فاجعه انسانی در سوریه است. این رو، این فیلم رو به بحث میذاریم با دکتر مصطفی دانش، ژورنالیست برجسته ایرانی. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فرج. دکتر دانش، من سوالم اینه، یعنی دستگاه‌های امنیتی آمریکا، غرب، اسرائیل نمی‌دونن چه فاجعه‌ای در حال تکوین در سوریه است؟ یعنی اسرائیل که کوچکترین حرکاتو در منطقه زیر نظر داره، به قول جمهوری اسلامی رصد می‌کنه، نمی‌دونه الان هزاران تروریست افراطی القاعده و طالبان و نمیدونم کسانی که در لیبی بودن و کسانی اینا آمدن پشت مرزهاش و اینا یه خطر بالقوه در آینده برای عراق، برای ایران، برای لبنان، برای خود اسرائیل هست. آیا این واقعا به این معنا نیست که اسرائیل و آمریکا و غرب یک طورایی دارن این مسئله رو تایید میکنن که با آمدن این به اصطلاح افراطیون آدمخور در منطقه مسئله فلسطین به طور کلی فراموش بشه و اصل مسئله اینی که همه حواس دنیا سر این معطوف بشه که این جانوران آدمخور رو بندازن به جون هم دیگه به اسم شیعه و سنی و وهابی و اینا و منطقه کاملا در اختیار اینا قرار بگیره برای سرکوب
آینده چه برنامه‌ای واقعا هست؟ در فیلم دو مطلب مهمی بهش اشاره شد ولی درباره ایران و جمهوری اسلامی صحبتی نشد. اینکه عربستان سعودی و قطر هر کدومشون در حدود 300 میلیون دلار کمک به آوارگان سوریه میکنن، ولی باید اضافه کرد که ایران هم اضافه کرده که 200 میلیون دلار به آوارگان سوریه کمک میکنه، یعنی بیشتر از حکومت آمریکا. آمریکا 155 میلیون دلار کمک میکنه، ایران اعلام کرده که 200 میلیارد. ولی خب باید به این مطلب اشاره بکنیم که دو کشور دو جناح مختلف دارن جنایت میکنن در سوریه. از یک طرف عربستان سعودی و قطر طرفداران سلفی ها هستن، جبهه النصرت که گفته میشه 6 تا 7 هزار نفر جنگنده داره، یعنی در واقع موقعی که از جبهه النصرت صحبت میکنیم در واقع باید از القاعده صحبت کنیم، از القاعده عراق که تونسته بیش از 5 تا 7 هزار نفر طبق گفته اشپیگل آلمان در هفته پیش به وارد بکنه در سوریه و در اونجا بجنگه، و در واقع در پشت این نیروهای جبهه النصرت عربستان سعودی و قطر قرار گرفتن. از طرف دیگه ایران با تمام قوا از رژیم دیکتاتوری و استبدادی بشار اسد داره حمایت میکنه که تا به حال باعث کشته شدن ده ها هزار نفر از مردم این کشور شده. یعنی در واقع در همین ساعت اگه بخوایم بحثا ادامه بدیم باید در جواب سوال شما بگیم که طبیعتا آمریکا میدونه در منطقه چی میگذره و براهیمی به راستی به درستی میگه، قبلا هم براهیمی گفته بود که داره در واقع سوریه تبدیل به سومالی دوم میشه. میدونیم سومالی در سال 1991 با سقوط زیادباره رئیس جمهور اون زمان در واقع دیگه حکومتی وجود نداره و تا به امروز یک هرج و مرج اساسی در سومالی وجود داره و امروز در سوریه در واقع ما این هرج و مرج رو میبینیم داره به وجود میاد. نیروهای رادیکال اسلامی از طرف و نیروهای نظامی و دیکتاتوری بشار اسد از طرف دیگه دارن در واقع این کشور رو به نابودی میکشن و آمریکا و اسرائیل به خوبی میدونه. خب طبیعتاً در جواب سوال شما بگیم که به نفع اسرائیل که در واقع نیروهای زیادی از القاعده و دیگران به جون هم بیافتن، از یک طرف سنی ها و از طرف دیگه شیعه ها، سنی های عربستان سعودی و قطر که اینها هم در مخالفت با اسرائیل هستن و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم که در مخالفت با اسرائیل به هم بیافتن و به جون هم بیافتن و تضعیف حزب الله در لبنان که طبیعتاً درسته. و بنابراین مسئله تشکیل دو دولت در دو دولت فلسطین و اسرائیل اصلا منتفی شده و در انتخابات اخیر به خوبی نشون میده که نیروهایی که تا به حال در اسرائیل در واقع قدرت سیاسی نبودن، امروز مانند حزب خانه یهودی نفتا بنت در حدود 13-14 نماینده و نماینده پارلمان رو به دست میاره و اون معتقده که اصلا نباید درباره آشتی با فلسطینی‌ها صحبت کرد، راه حل دو کشور اصلا وجود نداره این حزب معتقده. و سومین و بزرگترین حزبیه که بعد از انتخابات اخیر به وجود آمده بعد از حزب لپید و اون حزب معتقده که 60% از کرانه باختری را باید به خاک اسرائیل ملحق کرد و 40% مابقی که در واقع دیگه چیزی نمونه اونا به دست فلسطینیا داد بدون که حکومت به وجود بیارن، میتونن تشکیلات خردگردان به وجود بیارن و زیر حکومت در واقع اسرائیل به زندگی خودشون ادامه بدن و هر زمانی که لازم بود دوباره در واقع اونها را میشه با سلاح‌های نظامی یا طریق نظامی از بین برد. در واقع داره فراموش میشه مسئله فلسطین. مهمتر از همه دوستانش وسط حرفتون گولانه. شما میدونید که در گولان آب به مقدار بسیار زیاد، چیزی که در منطقه الان جزء کیمیاست، آب به مقدار زیادی وجود داره. من فیلمش که در آلمان دیدم که منطقه گولان رو 40 سال که اسرائیل اسرائیل در اختیار گرفته، مثلا منطقه‌ای که اصلا هیچ کاری اینا نکردن جز این که از اون بالا رفته بودن اسلحه گذاشته بودن که هر کس در کنار به اصطلاح در کنار مرزهای از گولان اون بالا رو نشون در ارتفاعات بودن اینا تک تیر اندازای سوری می‌زدن که اسرائیل اولین کاری که کرد اومد اون منطقه رو اون بالا رو به اصطلاح گرفت، بعد گولان رو تمامش رو تسخیر کرد. الان بزرگترین صنایع شرابسازی شاید دنیا در منطقه گولانه، بسیار آبادش کردن اسرائیلیا و خیلی از کسانی که سرمایه گذاری کردن در گولان که بهترین شرابای دنیا رو هم دارن میدن، روشفیلد که بانکدار معروف این سرمایه گذاری کرد در زمینه شراب، اصلا حاضر نیستن اسرائیلیا که در اونجا اصلا گولان رو پس بدن. خب ببینید و اسرائیل هم هی میگه ما حاضرین با اسد با دولت سوریه صحبت بکنیم، ولی الان حتی اون در روزیایی که در اونجا هستن
اعلام کردن که ما حاضر نیستیم که با سوریه همکاری کنیم. تپه‌های جولان همونطور گفتین با مقدار زیاد آبی که داره در واقع اسرائیل اون ملحق به اسرائیل کرده، به خاک اسرائیل کرده. میدونه همکنون 46 سال بعد از جنگ 1967 در واقع تپه‌های جولان در اختیار اسرائیل، ولی در سال 1981 طبق تصویب‌نامه پارلمان اسرائیل کنست در واقع جولان ملحق شد به خاک اسرائیل و اسرائیل هیچ زمانی حاضر نبود در واقع با اینکه شفاهان اعلام میکرد ما حاضریم مذاکره بکنیم با دولت بشار اسد، ولی چنین کاری نکرد و حتی اردوغان مدت زیادی چندین سال کوشش کرد که واسطه بشه، واسطه صلح بین سوریه و اسرائیل بشه که در واقع تپه‌های جولان به سوریه برگرده، موفق نشد و میدونیم که در اون شرایط در واقع بین ترکیه و اسرائیل هم به هم خورد، تیرگی به وجود آمد، ولی هیچ زمان اسرائیل حاضر نبود که تپه‌های جولان رو پس بده و شرایطی که امروز در منطقه به وجود آمده درست در جهت سیاست اسرائیله. یعنی اسرائیل خواهان اینه که در این منطقه در واقع این بلوا بزرگتر بشه و نگاه میکنه، فقط اسرائیل وحشت از سلاح‌های شیمیاییه سوریه داره و گفته میشه که رویترز خبر داد که پریشب یا دیشب حمله کرده اسرائیل به یک کاروان اتومبیل در خاکهای لبنان و سوریه و معتقد بوده که دارن در واقع سلاح شیمیایی رو برای حزب الله لبنان حمله کنن، حمله چنین حمله انجام شده که دولت لبنان اینو تکذیب کرده، ولی میتونه واقعیت باشه. یعنی در واقع در جنگهایی که همکنون در حال سوریه تایید کرده، سوریه تایید کرده که در مرزها چنین حمله ای شده، ولی جالب اینه که اسرائیل میگه در جنگهایی که این اواخر بین نیروهای شورشی و دولت سوریه اتفاق افتاده در حلب، در منطقه به نام السفیر، پایگاه السفیر که می‌خواستن محاصره بکنن، در اونجا در واقع مخازن سلاح شیمیایی و انبار سلاح شیمیایی و اسرائیل از این وحشت داره که این سلاح شیمیایی به دست حزب الله و نیروهای رادیکال در داخل خود سوریه بیفته که اینا بعداً خطری برای اسرائیل بشه. ولی مسائل دیگه برای اسرائیل مهم نیست. اون چیزی که در منطقه می‌گذره، خب اسرائیل همیشه گفته اینا یه گده وحشیان که بجون هم افتادن، تنها دموکراسی که وجود داره دموکراسی در اسرائیل و بنابراین نظاره‌گر و به نفع اسرائیل که این برخوردها شدیدتر هم بشه. دکتر دانش، الان من داشتم امروز نگاه می‌کردم صدور یه حکم پرداخت غرامت در مورد زخمی‌ها و کشته شدگانی که در خوبار در عربستان چند سال قبل، یادتونه که یک ساختمانی رو که سربازان آمریکایی درش بودن و بسیاری از به اصطلاح شخصی‌های عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت و عده 27 نفر کشته شدن، 300 خورده هم زخمی شدن. یه دادگاه در منهتن نیویورک امروز حکم صادر شد. چیه این جریانش؟ ببینید، در سال 1996 در واقع در خوبار تروریست‌ها حمله میکنن به یک پایگاه آمریکایی و در این پایگاه آمریکایی در حدود گفته میشه 19 نفر از سربازان آمریکایی کشته میشن. در سال 2006 در واقع خانواده‌های این قربانی آمریکایی موفق میشن رأی از دادگاه بگیرن در جهت محکوم کردن جمهوری اسلامی. گفته میشه که جمهوری اسلامی و FBI چنین ادعا میکنه که جمهوری اسلامی در تعلیم عاملین کسانی که این ترور انجام دادن شریک بوده و در همون سال رأی دادگاه صادر میشه و 250 میلیون دلار ایرانو محکوم میکنن به پرداخت به خانواده های قربانیان و این مبلغ به 337 میلیون دلار اضافه میشه. ببینید، در واقع اون عملی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میده نه تنها نسل های کنونی رو در فقر و بدبختی فرو برده، هم به گفته خود جمهوری اسلامی هم اکنون بیش از 35% از مردم ایران نون شب ندارن، در فقر مطلق قرار دارن. در واقع این سیاست جمهوری اسلامی باعث این شده که حتی دادگاه‌های آمریکا بیان از پول بیت المال، از پول مردم در واقع چنین بخششاری بکنن و آینده و نسل‌های آینده هم در واقع به فقر و بدبختی بکشن. من به خاطری که کمی روشن‌تر بشه چند مثال دیگری بزنم آقای فرجی. در سال 2002 در بیت المقدس در اورشلیم بمبی در دانشگاه بیت المقدس منفجر میشه و یک دختر جوان آمریکایی 24 ساله کشته میشه. خانواده این دختر شکایت میکنن از ایران. چرا؟ به خاطر که حماس این بمب گذاشته و ایران از حماس پشتیبانی میکنه و دادگاه در واقع ایران رو محکوم میکنه به پرداخت 13 میلیون دلار از دارایی های ایران به خانواده این دختر جوان آمریکایی کشته میشه. خب این خانواده نمیتونه این پول بگیره. اخیراً دادگاهی در کانادا
رأی داده که تمام خانه ها و سفارت ساختمان سفارت ایران که در کانادا اونو ضبط کرده اینا در واقع در اختیار این خانواده این قربانی بسرن. این مثال دومه. مثال سومی که خیلی از ایرانیای دو پاسه هم این وسط اومدن کارخونه هاشونو گرفته بودن، اومدن شکایت کردن، مقدار زیادی از این خسارات رو گرفتن. عده زیادی، ببینین، نه تنها ایرانیایی که کارخونه هاشونو گرفتن اومدن شکایت کردن، در واقع از این پولای دارایی مردم ایران، باید صحبت از این می‌کنیم، دارایی مال مردمه، مال رژیم جمهوری اسلامی نیست، از این سود بردن و از این استفاده کردن. در گروگانگیری در نوامبر 1979 چند نفر از در واقع دیپلمات‌های آمریکا رو موقعی گروگان گرفتن، در حدود چندین ده میلیارد از ثروت‌های ایران در بانک‌های آمریکایی بود، این از بین رفت و غرامت این در واقع قربانیانی شد که در اونجا گروگان گرفته بودند. و در نتیجه در واقع 11 سپتامبر و انفجارهایی که در واشنگتن و نیویورک به وجود آمد، یک دادگاهی در نیویورک ایران و حزب الله را محکوم به 6 میلیارد و 400 میلیون دلار کرده. 6 میلیارد و 400 میلیون دلار. و اگه اینو ادامه بدیم آقای فرجی، می‌بینیم که یک مبلغ عظیمی در آینده، نسل‌های آینده بدهکار میشن به در واقع خانواده‌های قربانی. و خب طبیعتاً دادگاه‌های اروپا و آمریکا هم خیلی بزرگوارن و این ثروت مردم رو در واقع به حکمای خودشون در اختیار قربانی‌ها میدن. و جالب اینه که اکنون جمهوری اسلامی اینا رو نمی‌پردازه، نمیتونن دستیابی بکنن به پولای جمهوری اسلامی، ولی میدونین رأی دادگاه میمونه در 10 سال آینده، 20 سال آینده جمهوری اسلامی هم که ساقط، یعنی شامل مرور زمان نمیشه. نمیشه و مردم باید این پولو بپردازن. یعنی این ثروت‌های مردمه که داره از بین میبره و جمهوری اسلامی با جنایاتی که میکنه در این در واقع یغماگری ثروت‌های ایران نقش اساسی رو بازی میکنه. دکتر دانش، برمیگردیم سر این مسئله گازی که الان جمهوری اسلامی داره به ترکیه میده و مسئله این امروز اون به اصطلاح پایگاهی که در خلیج فارس اینا ساخته بودن در کنار پارس جنوبی، میدونید که اومدن 40 میلیون دلار خرج این کرده بودن، یک از شرکت صدرا نمیدونم همچی چیزی که وابسته به سپاه پاسداران بوده، این اومده 40 میلیون خرج کردن برای این پایگاه به اصطلاح این چی میگن این سکوی شناور. و بعد حدود نمیدونم یک سال خورده یا چهار سال کار شده بوده، آوردن نصب بکنن، این رفته زیر آب و از بین رفته. یعنی به همین راحتی و به این سادگی میلیون ها ثروت مردم ایران رو یه شرکتی که اصلا صلاحیت این کار نداره از بین برد. این چیه جریان گاز ترکیه؟ یکی در واقع باید این مطلب اشاره بکنیم که در واقع مسئله 40 میلیون فقط 40 میلیون فری داره، تمام ثروت های مشترک ایران و قطر در منطقه پارس جنوبی داره از بین میره. ما صحبت از این میکنیم که دیروز این سکوی شناور غرق شده و در 800 متری اعماق خلیج وارد قرار گرفته. یعنی در واقع باید فراموش کرد. و 13 ماه آینده هم ایران قادر نخواهد بود که فاز 13 پارس جنوبی رو به راه بندازه و در واقع در اونجا گاز استخراج بکنه. ولی اون چیزی که بسیار مهمه و باید بهش اشاره کرد اینه که همکنون در واقع قطر داره نفت و گاز مشترک ما رو میبلعه. من صحبت از بلعیدن میکنم. همکنون قطر 2.5 برابر بیشتر داره گاز در منطقه در پارس جنوبی تولید میکنه تا ایران. قطر در سالانه 77 میلیون تن داره گاز صادر میکنه، تولید میکنه و صادر میکنه و بزرگترین تولید کننده گاز مایع شده. و ایران هنوز قادر نیست در واقع از نفتی که مشترکه استفاده بکنه. با 800 هزار نفر جمعیت. یه توجه بکنین. در واقع قطر در سال 1991 13 سال پیش 12 سال پیش شروع به تولید کرد. اون زمان هنوز ایران تحریم نشده بود. هنوز آمریکا مخالفتی با ایران نمی‌کرد و ایران قادر بود در واقع تولیدات خودش رو به راه بندازه. همکنون از یکی از لایه‌های نفتی مشترک ایران و قطر، قطر روزانه 450 هزار بشکه داره تولید میکنه، صادر میکنه. یعنی موقعی شما 450 هزار بشکه رو موقعی که تبدیل به صد بکنی یا زبده به صد دلار بکنید، چیزی در حدود 16 تا 17 میلیارد دلار قطر داره برداشت میکنه از منابع مشترک ایران و قطر و ایران فقط 35 هزار بشکه تولید میکنه. دوزی دانش، یعنی کلامتون فراموش نکنین حرفتون رو. من با یه متخصص نفتی صحبت میکنم، نفت و گاز.
میگه وقتی که یک طرف قضیه شما بردارین از گاز و نفت استفاده کنید، این جهت بالانس اینا حرکت عوض میشه، میاد به اون طرفی که بیشترین محصول رو برداشت کنه. یعنی در چند سال آینده ایران اصلا مطلقا نمیتونه به زودی ببینید. در واقع در رابطه با لایه‌های نفتی باید بگیم که متخصصین تخمین زدن که این لایه نفتی پارس جنوبی 1,600,000,000 بشکه رزرو نفتی داره، یعنی به زودی این تموم خواهد شد، یعنی قطر همه اینها رو تولید خواهد کرد و تموم خواهد شد. همکنون همونطوری گفتم قطر 2.5 برابر ایران گاز تولید میکنه و جالبتر از این اینه که قطر با کمک شرکت‌های بزرگ گاز و نفتی دنیا آمده پایگاه‌های عظیم، انبارهای عظیمی به وجود آورده که گاز رو تولید میکنه و برداشت میکنه و در اونجا انبار میکنه، انبار میکنه برای آینده. یعنی به زودی ایران در اون منطقه هیچی نخواهد داشت و در واقع این ثروت‌های مردم ایرانه که داره از بین میره. و من زمانی بود که ارقام رو با هم جمع‌بندی کردم، نه تنها قطر بلکه عربستان سعودی هم همین کارو میکنه، عراق هم همین کارو میکنه و در جمع‌بندی که من کرده بودم در این میدان‌های مشترک با ترکمنستان و در شمال ایران و جنوب ایران، در حدود 50 میلیارد دلار سالانه اونا برداشت دارن و ایران هیچ برداشتی نداره. یعنی 50 میلیارد دلار داره از صندوق مردم یا از بیت المال مردم خارج میشه و این جنایت عظیمیه که جمهوری اسلامی انجام داده و اینو 10 سال 12 سال پیش شروع شده. یعنی نمیتونه جمهوری اسلامی بگه ما اکنون در تحریم هستیم و نمیتونیم تولید بکنیم. نه، روزخان ها میخوان اتم داشته باشن، این مهمه. متاسفانه این خسارات عظیمیه که مردم ایران میزنن و من شکی ندارم با سقوط جمهوری اسلامی هم مردم ایران در فقر خواهند بود، مدت ها در فقر خواهند بود و باید جبران تمام این غرامت ها و ضرر هایی که جمهوری اسلامی زده اینا دوباره جبران میکنن. و این بزرگترین خیانت جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه ایست که چنین خیانت عظیمی رو به مردم ایران داره انجام میده. دانش، من یه فیلمی رو راجع به افغانستان داشتم نگاه میکردم توی بی بی سی و در اونجا فرمانده نیروهای ناتو که یه آمریکایی هست در افغانستان اظهار نظر کرده و گفته که نیروهای افغان سریع‌تر از اون انتظاری که ما داشتیم در حال یادگیری و تعلیم هست. یعنی اگر چنان که نیروهای ناتو از افغانستان همین فردا برن بیرون، البته ایشون میگه تا سال 2014، افغان‌ها قادر هستن که کاملا در برابر طالبان ایستادگی کنن و مملکت رو حفظ کنن. اجازه بدید این فیلم خواهش کنم از وارتان عزیز که خوشبختانه حالش خوب شد دوباره برگشت به محل کارش، وارتان این فیلم رو پخش کنه. فرمانده ناتو در افغانستان، نیروهای گفته که نیروهای افغان سریع‌تر از انتظار دارن جایگزین نیروهای ناتو میشن. اینو نگاه کنیم بعد شما. مدت است که بیشتر نبردها را این نیروها به تنهایی رهبری و اجرا میکنند. برنامه این است که تا 2 ماه دیگر تنها این نیروها در میدانهای نبرد دیده شوند. از بهار آینده نقش رزمی نیروهای خارجی در افغانستان پایان می‌یابد. وزارت دفاع افغانستان هم میگوید با افزایش شمار نیروهای افغان جای خالی 50,000 سرباز خارجی پر شده است. اکنون در تنها 20% عملیات‌های رزمی نیروهای خارجی نقش دارند. تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اخیر، یعنی اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس و جدی، تعداد 463 نفرند که در مدت مشابه در سال 1390 472 نفرند که یک فیصدی معین کاهش نشان میده. در مورد تلفات نظامیان افغان اما آمارها ضد و نقیض است. از سال گذشته که نیروهای افغان در رهبری عملیات ها قرار گرفته، بیشتر از 1700 سرباز افغان در نبردها کشته شدند. این رقم در مقایسه با سال پیشتر از آن که حدود 500 نفر بود بیشتر از 3 برابر شده. آمریکا میلیون ها دلار برای سرپا نگه داشتن ارتش افغانستان هزینه کرده. بعد از چند سال آموزش و تجهیز، حالا آمریکایی ها از اطمینانشان به نظامیان افغان سخن میگویند. ما ارتش را ساختیم که بجنگد، با این فکر که میخواستیم این ظرفیت بعداً هم حفظ شود. به همین خاطر ما الان هم به کار با آنها ادامه میدهیم. باور دارم تا پایان سال 2014 آنها آماده خواهند شد. همانطور که می‌دانید ملاحظاتی برای حضور ما در اینجا وجود دارد، بیشتر به خاطر آموزش، مشورت و حمایت. ما این کار را بعد از سال 2014 هم انجام خواهیم داد. مطمئنم که نیروهای امنیتی افغان می‌توانند از کشور و مردمشان دفاع کنند.
ارتش افغانستان هیچ راهی هم ندارد جز اینکه از سرزمین خود دفاع کند. جامعه جهانی در شیکاگو قول داد که از این نیروها حمایت مالی کند. بیش از 4 میلیارد دلار در سال. خیلی ها میگویند همین پول کافی است تا ارتش را سر پا نگه دارد. واسه سروش، بی بی سی، کابل. همینان گرامی ملاحظه کردید که این گزارشی بود که بی بی سی در مورد وقایع افغانستان. دکتر دانش نظری؟ به نظر من خوشبینی دولت ها و ارتش دولت های غربی، ناتو و آمریکا اونو خواهد زودتر برن بیرون زیاده و خواهان بیرون رفتن. متاسفانه باید بگیم واقعیت ها چیز دیگریه و حتی سازمان های امنیتی خود کشورهای اروپایی اینو مطرح میکنن. یعنی سازمان جاسوسی خارجی آلمان به انده این اواخر یک گزارشی داده که وضع افغانستان رو بسیار وخیمتر از اونی که وو هست وجود داره و همکاران من و خبرنگاران زیادی که به افغانستان میرن اوضاع رو بسیار بدتر از اون میبینن که سیاستمدارا مطرح میکنن. همکنون در مناطق مختلف افغانستان، ما هفته پیش هم صحبت کردیم، دوشنبه پیش هم صحبت کردیم، در شمال افغانستان در واقع اقوام و ملیت‌های غیر پشتون دارن در واقع امکانات نظامی خودشون رو به وجود میارن برای روز که نیروهای خارجی خارج بشن و ممکنه جنگ داخلی در افغانستان به وجود بیاد. من نام میبرم در شمال کشور در واقع جنرال دوستوم رهبر ازبکا، جنرال استاد عطا که امروز استاندار شهر بلخ یا استان بلخ و یکی از قدرتمندان افغانستان نیروهای نظامی خودش رو مجهز کرده، استاد محقق نیروهای شیعه و نظامی خودشون رو در شمال کشور مجهز کردن و در جنوب کشور در قندهار و قسمت‌های شرق کشور که هم مرز پاکستان هستند نیروهای طالبان، گلبدین حکمتیار حزب اسلامی و گروه در واقع حقانی، اینها امکانات وسیعی به وجود آوردن و بخشای زیادی از کشور را در اختیار خودشون دارن و در واقع چیزی که آقای آلن الان مطرح کرد، فرمانده کل نیروهای ناتو که جنرال آمریکایی مطرح کرد، به نظر من و گفته اون افغانی که در پای میکروفون قرار گرفته بود و گفته بود که فقط 20% از نیروهای خارجی در حملات شرکت میکنن، باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع هنوز پشتیبان اصلی نیروهای افغانستان نیروهای خارجی هستند و طالبان روز به روز قدرتمندتر میشن و روز به روز دارن امکانات وسیع‌تری پیدا میکنن در مناطق مختلف جنوب و شرق افغانستان، از یک طرف طالبان و پشتونها و ائتلافی که آقای کرزای میخواد با پشتونها و طالبان به وجود بیاره در مقابل اقوام دیگر افغانستان، ملیت‌های دیگر افغانستان، ازبک، تاجیک ها، هزاره ها و دیگران. این خطر رو به وجود آورده که بعد از سال 2014 در واقع با خروج نیروهای خارجی از افغانستان برخوردهای نظامی وجود بیاد، جنگ داخلی به وجود بیاد. من داستان‌های زیادی دارم آقای فرجی به شما تعریف کنم، متأسفانه وقت نداریم و این در تایید صحبت‌های ما است، داستان‌هایی که من به عنوان کارشناس افغانستان در دادگاه‌های اروپا می‌شنوم و کسانی که در واقع پناهنده میشن از ارتش افغانستان و حتی کسانی که در اختیار نیروهای آمریکا بودن به آلمان پناهنده شدن، داستان‌هایی که به من مطرح کردن و این نشان دهنده تایید و صحبت‌هایی که من امشب در اینجا انجام دادم. دکتر دانشی سوال خیلی جزئی چون فرصت نیست، اینا بودجهشون از کجا میارن؟ دوستم و نمیدونم این گلبدین و اینا بقیه، اینا فقط کار مواد فروش مواد مخدر؟ اولا مواد مخدر، میدونین که مواد مخدر هم اکنون در افغانستان در حدود 6000 تن تریاک تولید میشه در افغانستان سالانه. خب این یک بودجه عظیمیه که بخشش به جیب طالبان میره و نیروهای دیگه از اون سود میبرن. در تمام مناطق افغانستان تریاک تولید میشه، خشخاش کشت میشه و تریاک تولید میشه، ولی مظفرون باید بگیم کشورهایی که در واقع همسایه‌ان و منافع دارن اینا کمک میکنن. ازبکستان از طرف دوستم کمک میکنه، تاجیکستان و کشورهای مانند ایران به نیروهای در واقع تاجیک کمک میکنن، به استاد عطا و نیروهای عبدالله عبدالله و غیره، و شیعیان ایران یا بگیم جمهوری اسلامی به شیعیان افغانستان، به محقق در شمال کشور کمک میکنه. در واقع بودجه عظیمی که از این طریق به دست اینا میرسه باعث این شده که بتونن بودجه نظامیشون رو تامین بکنن. به این مطلب هم باید اشاره بکنیم که آمریکا در این چند سال گذشته بیش از 1000 میلیارد دلار در افغانستان خرج کرده و بیش از 100 میلیارد دلار کمک در واقع مالی کرده که
پول عظیمی در واقع به کانال‌های اینا رفته و اینا در اختیار خودشون و اینا تمام میلیاردرهای افغانستان هستن که امکان این دارن که ارتش‌های خصوصی خودشون رو دوباره در افغانستان به وجود بیارن و این خطر وجود داره که بعد از سال 2014 خروج نیروهای ناتو و آمریکا دوباره جنگ داخلی در افغانستان در بگیره. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش. مرسی آقای فرج. تا روز دوشنبه که مجددا با هم صحبت کنیم. سپاس از شما همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.